سلام، زبان آموزان عزیز، فرهاد یعقوبی هستم، مدرس زبان آلمانی. وکسل پرپوزیسیون داتیو و اکوزاتیو. در درس قبلی، درس 11 از گرامر سطح آسوای، ما با هم کار کردیم حروف اضافه که تغییر حالت میداد یا تغییر جنسیت میداد در حالت داتیو. حال ما همین حروف اضافه داریم که هم در حالت داتیو هم در حالت اکوزاتیو که میخواه استفاده میشن که حال روزی بیشتر بس میکنه. خب ما وقتی داشته باشیم سوالیه که با وهن یعنی به کجا، وهن یعنی به کجا سوالش از ما، پس این حروف اضافه که عبارت از مو آن و آوف و فور و مو انتر و اینهای که حال روی بس میکنیم، به چند حروف اضافه داریم که اینها اکوزاتیف سازن. میبینیم که از روی همو جهت هم معلوم میشه که گفته نین دی قشتونگ دیرکتیف، که همی گفته نامیده میشه یا میگن قشتونگ امو جهت دیرکتیف، یعنی در حالت مستقیمه. اما اگر ما با وو از ما سوال شه، یعنی که او به شکل ساکن یک جا قرار داره، اما با ووهن یعنی که در حالت امو انجام ای کاره، یعنی که از نقطه آ به نقطه ب میخوای تغییر حالت بده، اما وو که هسته به یک جا شکل ساکن قرار داره. اگر با وو سوال شه به این جملات که هسته نگاه مکانی امو حالت مکانی اینا داتیویه. به طور مثال ما اینجا داریم که پرپوزیس یعنی پلیس اکوزاتیو، همه حروف اضافه که گفتم با وین از ما سوال میشه اکوزاتیو سازن، که ما اینجی داریم این پلیس دس که مثبی شده به اینس، که ارشاد خیلی دیده باشه این سکین و این ستیاتر اینها استفاده میشه. پس باید شما بفهمین که در حالت اکوزاتیو وقتی که ما حروف اضافه را استفاده میکنیم، فقط تغییراتی که روی میای روی مسکولین یعنی اسمایی که آرتیکل در داره مذکر هستن تغییر میای که در به دن تبدیل میشه، آینم به آینن. و در حالت مو فیمینین و نویترال که مو اسمای کارتیکال اینا دیه و همچنین دسته، کدام تغییری نمیایه. این پلوس دست خواه اگه دیشته باشیم مثبی میشه به انس، اختصار شده، و ان پلوس دست هم دیشته باشیم مثبی میشه به انس. اما در حالت داتیف اگر باز باشه این پلوس دم، خب در حالت داتیف که هسته دیر و دست به دم تبدیل میشه، آینم به آینم. و همچنین فیمینین هم که هسته دی به دیر تبدیل میشه و آینم به آینر. پس اینجا اختصار میشه، میشه این پلوس دم میشه این، ان پلوس دم هم میشه ام. حال ما اینها به شکل با مثال و اینها شکل تصویری با هم کار میکنیم. خب ببینیم که این در درس قبلی همه چیز به یک حالت ساکن قرار داشته، اما به این درس کسته همین حروف اضافه اینها به شکل اکوزاتیوی هن. پس میبینیم که یعنی از نقطه آ به نقطه ب تغییر شکل میدم. در لولی یعنی در رمی تصویر که هسته یعنی آبنبات چوبی معنا میده که آرتیکل ازی هم دیره. گفته در لولی فیلت، فیلت که هسته از فیل فالین گرفته شده که به معنای افتادن، سقوط کردن، کم شدن. گفته این دی تاشه، گفته درمو آبنبات چوبی افتاد در کجا؟ این دی تاشه. ببینیم که همونطه که در دمو شکلم دیده میشه این داده شده تیک مارک، یعنی که هنوز نفتاده، در حال افتادنه. پس اینها به وهن سوال شده و یعنی که هنوز به شکل ساکن به یک جا قرار نگرفته، اما عمل در حال جریانه. به این خاطر اینها اکوزاتیو سازن، یعنی از نقطه آ به نقطه ب تغییر حالت یا تغییر جهت میدن. گفته این آب نبات این دیتاشه در همو کیف یا دیتاشه میفته یا سقوط میکنه. خب ببینیم که همون جی هم در تصویرم دیده میشه در لولی در حال افتادن در تشه یعنی همو کیفه. ان که هسته، ان که باز منظوری گفتم در درس قبلی هم یک چیزی که ایت نزدیک باشه به یک شی یا یک جسم دیگه که یعنی به هم چسبیده نزدیک باشن یا حتی تماس بگیرن، و اگر دور باشه که باز نبین استفاده میشه. گفته در شمیتل لینک، در شمیتل لینک پروانه میشه، فلیکت پرواز میکنه، از فلیکین گرفته شده فعل
and in baum. Baum که هست دمو درخت معنا میده و شکل مفرد آمده و آرتیکل ازی هم مسکولین دیره. خب در حالت اکوزاتیو تمام تغییراتی که می آمد روی همو مسکولین و اسمایی که آرتیکل اینا دیره می آمد. پس اینجی دیر به دین تبدیل شده، گفته دیر شمیتلینگ فلیکت ان دین باوم، یعنی که در روی درخت دمو پروانه گفته پرواز میکنه، اندن باوم یعنی که در امو جایی که دختر فرار کرده در تصویر دیده میشه، پروانه هم در کنار درخت داره پرواز میکنه. خب آف هم کسته روی چیزی، روی یک سطح قرار گرفتن. دل لو و شپرینگ، شپرینگ کسته فعل شپرینگین پریدن منو میده، پرش کردن. گفته دل لو و شپرینگ، امو شیر میپره آف روی دن بودن، روی همون سطح زمین منظوریه. خب اینجی ببینیم که به دن تبدیل شده و چون آرتیکل ازی هم مسکولین دیر بیده به دن تبدیل شده. فورک هست پیش روی من آمده، دیر هود فیلد، گفته همین کولا افتاده میفته، در حال افتادنه. در هود فیلد کولا میفته فور دن لووین. خب اینجا هم کسته گفتم آرتیکل همیشه در لووه کسته مسکولینه و اون خاطر فور دن شده، در به دن تبدیل شده پیش روی شعر. هنتر کسته پشت سر منو میده، دست میتشن لافت، لافت کسته فیلیه که در دویدن منو میده، را رفتن منو میده. گفته دست میتشن دختر بچه لافت میده و انتر پشت سر دن باوم. این چم کسته در باوم بوده به دن تبدیل شده، اکوزاتیف شده. او بر از روی همو تیک مارک از او جهت از او میبینیم که در حال حرکته، یعنی از تصویرم دیده میشه که همه چیز در حال حرکته، هیچ کدام به شکل ساکن یک جا قرار ندارن. خب دیگه ما داریم او بر روی منو میده، بالای منو میده، در فوگل پرنده فلیک پرواز میکنه، او بر دن باوم روی درخت. اون تر زیر منو میده، پایین منو میده، در هازه، در هازه منظوری از خرگوشه، لافت میده و اون تر زیر دن هوت، زیر کلا. میبینیم که در تصویرم دیده میشه در زیر کلا رفته خرگوش. پس گفته در هازه لافت اون تر دن هوت، داره خرگوش میده و زیر کلا. در هوت بوده به دن تبدیل شده، چون اون تر اکوزاتیوه و اینها در حال جریان ای عمل که عمل در حال جریانه، یعنی که از نقطه آ به نقطه ب تغییر حالت تغییر جهت میده و وهن یعنی به کجا سوال میشه. اگر به وو سوال شه و همه چیز به یک شکل ساکن یک جا قرار داشته باشه، اینها این حروف اضافه همه داتیو میشه. نیبن به پلوی معنا میده، اما کمی دورتر با طور مثال، اما اگر نزدیک بود از ان استفاده میشه. گفته در هود کلا فلت افت میفته نیبن دی تاشه، به پلوی چی؟ همو کیف یا کیف خانم ها منظوریه، دی تاشه. ببینیم که چون در حالت اکوزاتیو روی فیمینین و نویترال کدام تغییری نمی آمد، دی تاشه، پس دی تاشه شده. سویشن هم کسته ما بین معنا میده، گفته در لووه امی در لووه شیر اشپرینگت میپره سویشن بین دی باومه. در حالت جمع هم به حالت که در وقتی که ما اکوزاتیو دیش داشتیم و اسمی در حالت جمع باشه هیچ تغییری روی نمی آید و آرتیکل از او دیه و اسمی که استفاده میشه باید به شکل جمع استفاده شه. پس اینجی هم کسی تغییری روی نماده، فقط مو باوم در باوم به دی باوم تبدیل شده، به خاطر که باید دو درخته، باید شکل جمع درخت ها استفاده شه. گفته شیر میپره سویشن بین دی باوم، بین همی درخت ها. این بود از بخش مو اکوزاتیوی از این حروف اضافه. بخش داتیوی در درس گذشته کار کردیم، خدا کنه چیزی از این درس هم فهمیده باشین. اگر کدام مشکلی داشتیم از این درس ها میتونید کامنت بدیم و همچنین اگر از این ویدیو خوش شما در لایک کنیم، سابسکرایب کنیم تا از ویدیوی دیگه مون که در باز به اختیار شما گذاشته میشه چیزی بفهمیم. و در کانال تلگرام و فیسبوک هم بعضی موضوعات هسته که نامی هست آموزش زبان آلمانی 0-3، سرچ کنیم و اونجا هم عضو کانال شیم و چیزی انشالله از اونجا هم بیاموزیم. تا درس بعدی، خدا یار و نگهدار.